سلام، منابع امنیتی میگویند که یک نیروی دولتی صبح امروز در منطقه شبکی شهر کابل ترور شد. در همین حال گزارش شده که در یک انفجار در بخشی از حوزه پنجم امنیتی شهر کابل دو سرباز پلیس زخم برداشتند. با این همه افزایش تحرکات طالبان در شمار از شهرها از جمله حومه های پایتخت نگرانی های را برانگیخته، اما نهادهای امنیتی تاکید می‌ورزند که هیچ بخش کشور با خطر سقوط روبرو نخواهد گشت. برای بعض در این باره آقایان طارق قاریان سخنگوی وزارت امور داخلی افغانستان و غلام حسین ناصری عضو مجلس نمایندگان افغانستان در استدیو هستند. مهمانان گرامی خوش آمدین. آریان صاحب، همواره با شما میخواییم بحث را آغاز بکنیم و در چنین موارد تعریف وضع امنیتی کشور به شمول شهرها را داشته باشیم. اما اجازه بدین آقای ناصری بار آغاز بکنن. بصرا ناصری صاحب، از دید شما وضع امنیتی کشور به شمول شهرها چگونه است؟ بسم الله الرحمن الرحیم. با تقدیم سلام احترام خدمت جناب عالی و علیکم آریان صاحب و همکاران محترم تکنیکی و تمام بینندگان محترم، یک بخشش نه به عنوان دفاع از نیروهای محترم وزارت داخل معلول پدیده یعنی شرایط است. به این معنا کشور در حال جنگ است، پدیده صلح سر زبان ها هستند، انتظارات مردم بالا هستند که قطعا حق مردم افغانستان هستند، چون گبایی که گفتم میشه در میدیا و گفته شده زمینه های امید را زیاد به وجود آوردن. از طرف دیگه باز فراموش نکنیم دشمن نخوابیده، بلکه با استفاده از تاکتیک های متعدد باز میخواهد که به موضوع نارضایتی که عبارت از عدم امنیت باشن این دامن بزنن. این یک بخشش خدمت بکنم که معلول این پدیده وضعیتی است که فعلا به وجود آمده و تاکتیک دشمن هم عوض شده و عبارت عزیز که فعلا به عبارت دیگر قتل های زنجیری را آغاز کرده و یه خطرناک است و قبلا ما و شما می دیدیم انفجارات دیگه از اون هم دست بر نداشته. بر صورت این یک عامل است. عامل دیگرش و عبارت عزیز که با تمام تلاش هایی که صورت گرفته خب کشور وضعیتی داشته، راستش که پلیس افغانستان تا هنوز به اون مرحله پروفشنل نرسیده، این رو باید همه ما قبول داشته باشیم. خب پلیس کسی رو میگیم که به اصطلاح پلیس پروفشنل کی هست؟ او کسی است که با اشاره چشم حرکت انسان میفهمه، از لحاظ روانی میفهمه، کسی که به موتر سوار میشه وقتی که میبینه میفهمه. اما خب افغانستان پلیس همیشه در حال جنگ بوده و خدمت بکنیم که پلیس پروفشنل نداریم متاسفانه. و یک بخش دیگر عامل دیگریش رو نباید فراموش بکنیم که بعضی کسایی هستند که واقعا غفلت وظیفه‌ای میکنه و وظیفه‌ای که از اونا ساخته است که باید انجام بدن با کمال تأسف انجام نمیدهن و به این دلیل است که باز استراحت میکنه در بخش های متعدد، باز میای بالاخره دست به دست همدیگر میده، تبدیل میشه به فضا و همینطور وضعیتی که ما و شما داریم که نباید داشته باشیم. بسیار خوب. یعنی وضع حاکم چنین حالت را بار آورده، نیروها تلاش میکنن، کار میکنن، ریاضت میکنن و چون وضعیت چنین پیش آمده زیاد اثر روی بهبودی وضع نداره. بله چنین است. بسیار خوب. تازه تصویرهای پخش شده که کسان با عنوان گروه طالبان شب هنگام در بخشای از جاده کمپانی کابل ایست بازرسی ایجاد کردن درباره آمدن طالبان به کشور، میپرسن از سرنشینان بوتره ها، این هم قابل جلوگیری نیست؟ این همینطوری که شما فرمایش کردین ما هم شنیدیم، منتها این وظیفه به اصطلاح نهادهای محترم امنیتی هم ریاست عمومی محترم امنیت ملی و همینطوری پلیس ملی هر دو تا دوش به دوش همدیگر مکلفیت و مسئولیت داره که
جدا سر قضیه فوکس بکنه و دقت بکنه و عواملش را پیدا بکنه و قطعا قضایای اینجا اتفاق افتاده این رقم نیست که به اصطلاح زمان سابق میگفت که خبری سرچوگ اینی طور میگه همین چیزی که فعلا در سرچوگ گفته میشه به اصطلاح یعنی میره وقتی که آدم بره کم کم قدم به قدم استپ به استپ یک کمی که پیش بره باز میبینیم که نه یک گبای اینجا اتفاق افتاده این قبلا به این خبر جدید نیست تقریبا حدود یک نیم هفته قبل است که مسائل اتفاق افتاده ایران باید باز مجددا تاکید میکنم که این زمینه را باید پلیس محترم وزارت محترم داخله و ریاست عمومی محترم امنیت ملی جدا منطقه را به اصطلاح تطهیر بکنن فوکس بکنن ارزیابی بکنن و عواملش باید پیدا شد بسیار آرین صاحب بس ناامنی ها به ویژه رویدادهای ترور در حال اداره شدن هستن یا نه از اداره بیرون شدن سلام به شما احمدی صاحب سلام به جناب وکیل صاحب و بیننده های عزیز خب یک تعریفی که از جنگ کنونی است دقیق است که ما در حالت قرار داریم که طالبان به تحرکات خود شدت بخشیدن هر روز شما میبینین که در کناری که هدفشان این است که سر نیروهای ما حملات تاج میره بکنن و در اطراف و اکناف بعضی از ولسوالی های افغانستان در این حال عامل کلان هم برای تلفات ملکی شدن ما سه روز قبل یک آمار شش ماه تلفات ملکی را شریک ساختم شما دیدین که نزدیک به 3500 تن از هموطنان ملکی ما اینا شهید و مجروح شدن از سر جنگ طالبان دهی چیست؟ دهی ترور شامل است دهی ماین های طبیعه شده و انفجارات طبیعه شده است دهی انداخت آوان هست دهی عملات تهاجمی است موتربم است انتحاری ها است اینا موارد است که هر روز از سر جنگ طالب متاسفانه قربانی میگیره یک جهت قضیه اینمی است که شما هم هر روز سر از این تبصره دارین و گزارش های مطبوعاتی هم میبراه بخش دیگر جنگ طالب یک جنگ روانی است جنگ روانی به این معناست که خب ویدیویی را که شما اشاره کردین پیشتر به پرسش خود او مربوط به شب گذشته بود مربوط به اون مکان هم که گفته میشه نیست دیشب در امو ساعت که ویدیو دست به دست شد نیروهای مشترک امنیتی ما در امو ساحه حضور داشتند که ما تلفنی همراهشان به تماس بدیم خب حضور طالب در ولسوالی های در برخی از ولسوالی های افغانستان هست اما حضور پایدار نیست به شمول کابل به شمول کابل هم نیست در هیچ جای کابل شما طالب را پایدار ندارین در کجای کابل در برخی از جای کابل ولسوالی های دوردست کابل که ما شما دوری میز چند بار سرش بحث کردیم طالب اگر تحرکات را انجام داده مثلا از ساعت پروان آمده سر شکر داره این به این معنی نیست که طالب یا توانایی از ایره داره که اونجا بانه یا ظرفیت از ایره داشته باشه یا درایت مقابله را داشته باشه که او با نیروهای امنیتی ما مقابله بکنه اصلا طالب ظرفیت ایره نداره که در یک جا پایدار بمانه آخه یارین پرسش همیست که چگونه طالب از پروان در شکر داره عملیات براه منازه یک تحرک یا هر عمله خوب. اما بی خبر میمانیم با شما من فکر میکنم که یک خو در بحث اگر بگویم که طالب ادعای حاکمیت بکنه در یک منطقه قطعا مردود است موضوع دیگه تحرک طالب در ولسوالی های کابل نیک من تایید نمی کنم که در کل ولسوالی های کابل تحرک طالب هاست در برخی از ولسوالی ها ممکن است که اینا تحرکات را انجام بدن در این حال نیروهای امنیتی دفاع افغانستان با بیداری تمام با توانایی و با قوت پاسخ تحرکات طالبا و عملات تهاجمی شان میتن دمو قضیه پیشتر که ما و شما سرش تبصره کردیم که ادعا شده بود طالبا در قندیس یا در کمپنیس کسی تثبیت نمیتونه بکنه که طالب است ممکن است که اینا هم فکرهای طالب باشه ممکن است یا کسایی باشه که قصد اخلال امن و نظم عامه را داشته باشه برای 20 ثانیه برای 50 ثانیه برای نیم ساعت یک ویدیو را میگیره به یک فضای غیر سانسور فیسبوک نشر میکنه تشکر آقای آریان برمیگردیم با شما و بینده های گرامی ادامه فراخبر تا چند لحظه کوتاه
ادامه فراخبر آقای ناصری با شما دوباره آغاز میکنیم ادامه برنامه را. به قول آقای آریان طالبا در هیچ بخش به ویژه در ولسوالی های کابل حضور پایدار ندارند. یک دو نیروها با بیداری تمام در برابر تحرکات طالبان اقدام کرده و میکنه در کل نیروهای دولتی افغانستان. با توجه به سخنان آقای آریان اگر مقایسه بکنیم وضع امنیتی کابل و ولسوالی هایش را پارسال و امسال تغییر کرده، تغییر رو به بهبودی است یا بدتر شدن؟ در مقایسه کلی وقتی که بیایی بالفعل از قرائن و شواهد رقم معلوم میشه که بیشترین فشار طالبا سر مرکزیت کابل و پایتخت آورده. دلیل عمدهش هم همینه که از نظر سیاسی و از نظر نظامی وقتی که پایتخت کشور آسیب پذیر بسازه، این مستلزم از این میشه که تبلیغات میشه که پس خود ولسوالی ها و ولایت ها مسلمه که به طریق اولا نمیتونه جلوگیری بکنه. این یک بخش عمده کار به این مسئله برمیگرده که در مقایسه با پارسال وقتی که مقایسه میکنیم، بله تلاش شده به اصلاح هر روز آماره های را داده جناب آقای آریان و بقیه مسئولین محترم وزارت داخله که چقدر گروه های فرزن مسلح و تخریب کار و همسال زالگه اینا دستگیر کردن و به پنجه قانون سپردن، اینا خب اون سر جای خودش محفوظ. اما در یک مقایسه کلی وقتی که جناب عالی مطرح کردین، ما به عنوان یک شهروند و همه ما و شما که در کابل هستیم با کمال تاسف قطعا وضعیت کابل نسبت به پارسال بسیار بدتر شده و هر کسی به اصطلاح قابل انکار نیست و انکار کرده نمیتونه قابل جلوگیری بوده رسیدن بعض به چنین حالت. بله باید چی شود. چند تا پیشنهاد دارم. من میخواهم یادآوری بکنم خدمت جناب عالی و جناب آریان و در مجموع خدمت تمام مسئولین محترم حکومتی، این موضوع باید جلوگیری شود. این یک. دو، اگر قوانین گذشته افغانستان در بخش ضعف داره، من خواهشمندم به عنوان عضو ولسی جرگه و یکی از اعضای مجلس نمایندگان که بلا فاصله از اصطلاح کمیته حکومت کابینه حکومت بلا فاصله از طریق وزارت محترم عدلیه پیشنهاد تعدیل قانون در این زمینه بفرسته که احیانا اگر ضعف قانون، سهولت قانون ای باعث ازی شده که تمام زحمات و تلاش هایی که صورت میگیره اینا همه ایشان به هدر میره و به عبارت دیگر قانون برای یک زمان ساخته شده به عنوان یک موضوع پیشفرض در نظر گرفته شده که اون به اصطلاح مختص به این زمان ما و شما نبوده. این زمان به همین دلیل که قوانین ها در دنیا یک پس از دیگری تعدیل میشه مطابق با شرایط. این کار، این پیشنهاد ماست. این پیشنهاد آده دارم خدمت شما تا خدمت حکومت محترم افغانستان و قوه محترم مجری و جمله سخنگوی محترم وزارت داخله که اینجا تشریف داره که اینا باز مطالعه کنن جدا، که یک پیشنهاد است که اگر احیانا این موضوع باعثی ازی شده که می توانه مجرمین و جنایتکارا و کسانی که فرزن به سادگی امنیت عمومی را مختل بسازه به هر شیوهی در برخورد با اینا اگر قانون سهولت داره بلا فاصله اینا به اصطلاح پیشنهاد بکنه تعدیل قانون را و بلا فاصله ما سر این کار میکنیم به اصطلاح سر هر دوتا اتاق، یعنی میفرستیم که بعدا توشیش و دست تا دستی نیروهای امنیتی در این زمینه خوب مستحکم و استوار بیایه که اگر خلای قانونی وجود داره این قانون رو به اصطلاح قطعا باید تعدیل بکنه. چرا؟ به خاطر اینکه یک ضرورت ممکن بسیار قانون به تعبیر دیگری گشاد باشه، فراخ باشه و با فرزند بگه که اگر کسی دزدی کرد شما در کجا بالاخره میتونین فایر بکنین، در کجا نمیتونین فایر بکنین، و الا از نگاه شریعت کسی که اسلحه داره با قصد فرق نمیکنه به هر دلیلی باشه موبایلش رو میگیره، تلویزیونش رو میگیره، لپتاپش رو میگیره، ساعتش رو میگیره، هر کسی که از لحاظ شرعی عرض میکنم که بشنو مردم افغانستان، هر کسی که واقعا میخواد با زور اسلحه با اشتهار اسلحه تعریفی محارب با خدای نمیز میگه من شهر سیفه، هر کسی که اسلحه خود از غلافش در میاره لإخافت الناس برای اینکه طرف و مردم را خوف بده، اینمی آدم محارب با خداست، این را باید بزنه
به هر شیوهی که میشه به اسلام میشه. این یک دلیل. دلیل دوم که هم شیعه قبول دارم سنی. بگذار این حرف بگیم که مسئولیت ادا شود جدا. او عبارت عزیز حدیث شریف از پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و اصحابه میفرمایم من قتل دون مالف و شهیدون. هر کسی که به خاطر دفاع از مال خود کشته میشه او شهیده. پس وقتی که او کسی که به خاطر دفاع از مالش مال به ساعت صدق میکنه، به انگشتر صدق میکنه، به قلم صدق میکنه، به موتورسیکل صدق میکنه، تا چرسد به اجناس و زیورالات و امثال ذلک خانه و خانواده. متوجه شدی؟ وقتی که یک آدم به خاطر دفاع این موضوعات کشته میشه، او در حکم شهیده و شهیده است، جانب مقابل چی میشه؟ جانب مقابلش اونو میشه که به اسرائیل محاربه با خداست. ایگه به تانوز کسی نگفتن. اینا رو باید در قوانینی کلی و جزایی افغانستان باید مد نظر بگیره و به اسلام میتونن سلامت جامعه را، سلامت امنیت را باز قوانین منطبق با شرایط زمانی باید وضع شود که اگر خلای قانونی وجود داره باید این کار اینا بکنه. بسیار تشکر آقای ناصری. آقای آریان، در این بحثی که آقای آریان داشتن کوتاه میخوایم داشته باشم. بحث جنایی هم جرم های جنایی نگرانی بار آورده به ویژه در پایتخت. سپس میریم به بحث نبرد های رو در روی نیروهای دولت افغانستان و گروه طالبان. در بحث برخورد با مجرمان جنایی، قوانین افغانستان به گونه هستن که کار را بر نیروهای دولتی مشکل بسازن. اگر در مقابله با پلیس قرار میگیره در جریان بازداشت، که این بازداشت چی به حکم و یا چی به اساس قرار سارنوالی باشه و چی به اساس جرم مشهودی باشه که پلیس اقدام میکنه، اگر با مقابله میپردازه، پلیس قانونا حق داره که ای را دفع بکنه. و در جریان ازی ما بر شما مثال میتونم، در جریان ازی ما موارد را در می هفته های اخیر داشتیم که پلیس هم در مقابله با گروه های جرمی ما تلفات داشتیم و هم در این حال تلفات وارد کردیم. مثلا سارقینی که طلاها را در هرات میخواستن دزدی کنن به سرقت ببرن، پلیس ما در او ساحه سارقین را تعقیب میکنه و اینا مقاومت میکنن. در این حال که پلیس ما به شهادت رسید، سه سارق دیگه هم کشته میشن. در این حال به کابل هم یک سارق موتر شما دیدین که وقتی با پلیس مقابله کرد، پلیس در امو جریان به مقابله پرداخت و سارق کشته شد. یعنی قوانین مشکل نداره، دست شما را مطلوب نساخته. دست ما برای ازی که پلیس از خود محافظت کنه، از مردم خود محافظت کنه و در کل نیروی امنیتی افغانستان در چی در مقابله با مهار تهدیدات جرمی که از طرف شبکه های جرمی و مسلح وارد است و چی از طرف طالب سایر گروه تروریستی، موقف ما واضح است که ما برای ازی که صحت و سلامت خود و شهروندهای خود حفظ کنیم، هر نوع تهدیدی که منتج به قتل نیروی امنیتی ما شده او یک پاسخ متقابل داره. در بحث سرکوب گفتین که موقف واضح هست، هر گروه که بخواهم امنیت شهرها و در کل کشور و شهروندان را متاثر بسازه یا زیان برسونه سرکوب میشه. طالقان مرکز تخار، کندوز مرکز کندوز، فیض آباد مرکز بدخشان گواه درگیری ها میان دو طرف بودن. این نشان میده که باید از پیش برخورد میشد تا طالب به مرکز ولایت ها نمیرسید. نیروهای امنیتی افغانستان یک تعهد دارن، تعهد بر اساس فیصله های کلان رهبری است که ما در شرایط اساس مذاکرات صلح قرار داریم. در این حالت موقف ما در میدان های نبرد موقف دفاع فعال است. ما برای ازی که صلح به عنوان یک ارزش بپنداریم و برای ختم جنگ، ما به تعهد پابند هستیم و به ارزش پابند هستیم و دفاع فعال قرار داریم. اما دفاع فعالی که تحرکاتی که منتج به حملات تهاجمی و تلفات چه و او را ما جلوگیری میکنیم، بسیار مواردی بوده که شما در خبرهای خودتان نشر شده
ما تحرکاتی که طالبان سر جزو تا مای ما قطعات ما پستای ما داشته تشکر او خونسا شده کتاب آقای آریان دفاع فعال به چی معنی است طالب به سه شهر نزدیک شده در درون شهر درگیر نیروهای دولتی شده چگونه دفاع فعال است من باز یک بار دیگه تاکید میکنم با وجودی که ما در شرایط اساس در حالت دفاع فعال هستیم در این حال با تمام توان با تمام قوت تحرکات تهاجمی طالبان را پاسخ میدیم و در کنار طالب هر گروه تروریستی دیگه که بر ما تهدید باشه نیروهای قهرمان امنیت دفاعی افغانستان با یک قوت تمام و با یک آمادگی تمام از خاک خود از مردم خود و از تمامیت ارضی خود دفاع میکنه بسیار خوب چگونه طالب وارد شهرها میشن و درگیری با نیروهای وارد شهرها اگر این صحبت شما به این مفهوم باشه که شهر به دست طالب از خود نیست طالب یک تحرک میکنه تحرک طالب پس پاسخ داده میشه طالب من باز تاکید میکنم این جمله خدا که طالب در هیچ شهر خود چی میکنن در ولسوالی ها هم حضور پراکنده دارن سال قبل اینا ادعا کرده بودن که به اساس پلان خود ولسوالی ها یا حتی ولسوالی های کابل سقوط بتن مگر 12 ولسوالی در شرق و در جنوب افغانستان از دست طالبان گرفته نشد ولسوالی هایی که 3 سال 4 سال حتی غزنی خواجه عمری غزنی بعد از چند سال از طالبان پاک سازی شد تشکر بسیار آقای ناصری در بحث نخست تشویش رفع شده نیروها بر اساس قانون دست باز دارند در برخورد چی با مجرمین چی با گروه های حراستگان یک دوم دفاع فعال کاراست و دامنه نامنی ها را گسترش ندادم ما میخواییم که موضوع دیگر که اینجا مطرح بکنیم و یه بارت عزیز که این وظیفه و مکلفیت حکومت است در راست رئیس جمهوری حکومت و قوه محترم مجریه خواهش ما اینه که موضوع دفاع از وطن را سیاسی نسازند دفاع از وطن معنایش اینمیست وقتی که دشمن ناخنش سر ماشه تفنگش است مرمی دمیل برده است میخواهد طرف شلیک کنه تو باید اینمی حالت باید داشته باشی در غیر از او قابل قبول نیست این دفاع فعال گفتن مدتی است به گوش میخوره ما احترام داریم به ادبیات و کاربرد از این قضیه و آنچه که مکلفیت و عبارت عزیز که مطابق با صراحت قانون اساسی که گرچه به او حالا نرسیدیم که دفاع از وطن مکلفیت همه اتباع افغانستان خدا به او روز نرسانه که قطعا مردم افغانستان استاد خواهد شد به یاری خدا که بارها و بارها استاد شده اما بالفعل حکومت توانایی را داره اینمی بهانه را دیگر به اصطلاح پیش نیاره به علتی از اینکه برای شهروندان محترم افغانستان این موضوع را با صراحت و صداقت یادآوری میکنم قابل قبول نیست بسیار خوب آقای آریان بحث مبارزه و رویارویی با تحرکات طالبان هنوز هم در دستور کار است بسیار کوتاه موقف قوای امنیتی دفاعی افغانستان بر دفاع از تمامیت ارضی افغانستان و افغانستان واضح است قطعا قوای امنیتی دفاعی افغانستان تحت هر شرایط بدون از اینکه کدام وابستگی سیاسی باشه بدون از اینکه نبرد ما سیاسی باشه به عنوان یک وظیفه و مکلفیت از مردم خود از خاک خود دفاع میکنه سلامت آقای آریان و آقای ناصری از حضورتان در برنامه و همچنان از بیننده های گرامی که همراهی ما کردند